اینجا کارخانه اسپینزر است، کارخانه با قدمتی طولانی که در سال 1314 برای بار نخست در قندوز ایجاد شد. این کارخانه که یکی از بزرگترین کارخانه های داخلی افغانستان است، در بخش های تولید روغن، پروسس پنبه، تولید صابون و تولید چینی فعالیت داشت. در این کارخانه علاوه بر قندوز هزاران کارگر در نمایندگی های کوچک آن در تخار و بدخشان نیز به کار مشغول بودند و زنان در کنار مردان بخش بزرگی از کارمندان این کارخانه را تشکیل می دادند. پس از جنگ شوروی و شروع جنگ‌های داخلی چرخ‌های این کارخانه از حرکت باز ایستاد و تمامی کارگران بیکار شدند. این کارخانه در نظام جمهوری پس از دو دهه توقف در سال 1399 فعالیت خود را از سر گرفت و برای 500 نفر زمینه کار فراهم کرد. اما با تحولات اخیر دروازه این کارخانه دوباره بسته و کارش متوقف شد. اکنون طالبان با فعالسازی ماشین ها و ترمیم دوباره آن این کارخانه را فعال کردند. بسیار خوشحال هستیم به شرکت دولتی اسپینزر فعال شده و زمینه کارم برای مردم این ولایت بیشتر شده و از دولت خوشمندیم که هم شرکت ها را در سر و سر افغانستان بیشتر بسده تا زمینه کار برای مردم بیشتر شده. کاری بداد هستیم، روزگار ما تلخ است، روزی ما تلخ است، ما چی کار کنیم؟ شرکت اسپینزر فعال شده، ما را کسی در کار نمیگیره. در هر بخشش باشه ما کارگر هستیم، کار میکنیم. بخشش ماشین دنی باشه، هر بخشش باشه ما کارگر هستیم، کار میکنیم. سابقه دارم، کارگر شرکت ما بودم. در این استفاده ما در کجا بریم؟ 88 سال پیش در این کارخانه زن و مرد دوشادوش هم کار میکردند، اما اکنون زنان افغانستان از کار، آموزش و دانشگاه توسط طالبان منع شدند.